جناب آقای امینی، درود بر شما. درود فراوان بر شما. میدونم که بناست که امروز درباره آیت الله کاشانی و همون گونه که وعده دادیم با هم صحبت کنیم. بله. ولی پیش از اینکه شما به پرسش‌های خودتون بپردازید، من باید یک چیزی رو که به هر حال برام خیلی مهم هست درباره این اسناد CIA، چون دور نخستی که این اسناد منتشر شد و چه این دور تازه‌ای که برخی از این اسناد منتشر شده، با شما و همیهنان در میان بنهم. به ویژه اینکه بار دیگر یکی از این کسانی که بر روی در این پشتیبانی از پروژه کودتا و بدنام کردن مصدق در این 15 سال گذشته واقعا به نظر می آید که اصلا یک همتی به خرج داده و اصلا حالا نمیدونم از کجا پشتیبانی شده، میگوید که این اصلا هیچ چیز تازه‌ای درش نیست. یکی از ویژگی های این اسناد در این است که پایان میدهد به این اندیشه که گویا پیش از 28 مرداد آمریکایی ها و سازمان سیا در پیوند با آدم هایی که پس از 28 مرداد به قدرت رسیدند جایگاه چندانی نداشتند، نزدیک به شاید 60 سند در این مجموعه میتوان یافت که نشان میدهد که مهمترین آدم های دولت زاهدی اصلا روزانه گزارش دهنده به دولت آمریکا بودند. یعنی شما در لابلای این اسناد آگاهی های بیشتری درباره سیاست های دولت آقای زاهدی یا درگیری های سیاسی درون دربار زاهدی میتوانید پیدا بکنید تا لابلای روزنامه های درون ایران. روزی نیست که این آدم ها با یکی از کارکنان بلندپایه سفارت ایالات متحده آمریکا یا سازمان CIA یا یکی از آدم هایی که بر روی میدانیم با CIA بوده یا گزارش به CIA میداده دیدار نکرده باشند، و مجموعی اینها نشان میدهد که چه روابط تنگاتنگی میان باتمان قلیچ، اردشیر زاهدی، پدر او فضل‌الله زاهدی، پاکروان و دیگر شخصیت‌هایی که در کودتا درگیر بودند و آدم‌هایی که در پس از کودتا نقش داشتند و رهبران ارتش در این دوران وجود داشته. و جالب اینجاست که نشان می‌دهد این اسناد، من در هفته‌های آینده بیشتر به این خواهم پرداخت، که اینها چه گزارش‌های دقیقی به CIA می‌دادند. انگار که ولی نعمت اونها نه مردم ایران و مجلس ایران و دولت ایران، بلکه دولت ایالات متحده و سازمان CIA هستند. آقای دادستان، فرماندار نظامی تهران، اصلا گزارش‌های خودش رو به مقامات آمریکایی می‌داده. در این اسناد چیزهایی میتوان یافت که گواهی بر این است که کادرهای بلندپایه ایالات متحده آمریکا روزانه با این آدم‌ها دیدار میکردن. کدام کشور دیگر جهان رو میتوانید بیابید که این کشور مستقلی باشد و دولتی که بر سر کار آمده روزانه گزارش به بلندپایگان ایالات متحده در آمریکا ندهد، در ایران ندهد، از سفیر گرفته تا آدم های سفارت گرفته تا آدم های CIA گرفته تا آدم هایی که محرمانه با CIA کار میکردن. بنابراین کسانی که میگویند اینها کودتا نبوده، اینها یک قیام ملی بوده، آخه قیام ملی که پس از انجام قیام ملی تمام کادرهای سازمان دهنده این پروژه در روابط با کارکنان محرمانه و غیر محرمانه دولت ایالات متحده آمریکا باشند چه معنی دارد؟ یکی از این اسناد گزارشی که آقای پرون علیه زاهدی داده، یعنی دستبندی های درونی دربار و مخالفت ها رو هم در این اسناد رو کردند. امام جمعه تهران
که در سودای ایجاد یک حزب بوده روابط داره با کارکنان سفارت ایالات متحده آمریکا، با آدم هایی که آدم های سیاه هستند و مجموعه این اسناد واقعا تکان دهنده است، به ویژه اسناد پس از 28 مرداد که چه روابط تنگاتنگی میانه این آدم ها و تمام کارکنان دولت ایران وجود داره و درباره آینده نخست وزیری در ایران، دولت ایران، وزیران در ایران چگونه با مقامات دولت ایران گفتگو میکنند. اگر این کودتا هم نبوده باشه، در واقع یک مرغ بریانی بوده که به بغل ایالات متحده آمریکا افتاده و اونها کشور رو در واقع اداره میکردن. خیلی ممنون آقای امینی. سه هفته پیش همان گونه که اشاره کردید وعده داده بودیم که به نقش آیت الله ابوالقاسم کاشانی و برخی دیگر از روحانیان سرشناس در براندازی دولت زنده یاد دکتر محمد مصدق بپردازیم و به ویژه در پرتوی اسناد تازه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شده، پاره اسناد رو که گواه بر همکاری کاشانی و بهبهانی با سازمان سیاست در آن دوران مورد بررسی قرار دهیم. در این بازبینی چند هفته وقفه افتاده و امروز را به این بررسی اختصاص داده ایم. آقای امینی، بار دیگر درود بر شما. این آقای مارک گازیروفسکی، بله؟ بله، بله، گازیروفسکی، بله. بله. دوست خیلی خوب بنده، بله. سرشناس‌ترین پژوهشگر اکادمیک یا دانشگاهی آمریکاست در موضوع 28 مرداد. سالها پیش نوشته بود که سازمان سیا در بامداد 28 مرداد پاکتی را که 10,000 دلار در آن بود به آقای احمد آرامش داده بود. بله. تا احمد آرامش آن را برای هزینه کردن اوباش و روحانیان به ابوالقاسم کاشانی برساند. آقای محمود کاشانی فرزند آیت الله ابوالقاسم کاشانی این را به شدت رد کرده است و برخی از نزدیکان احمد آرامش هم به گونه پرخاشگرانه نوشتند که احمد آرامش هرگز در پیوند و نزدیکی با CIA و دولت زاهدی نبوده است. شاید آن دسته از بینندگان این برنامه که سن و سالی بیشتر از 60 و 70 سال دارند بیاد بیاورند که احمد آرامش در روز 28 مرداد 1352 به شکل مرموزی کشته شد. 28 مهر ماه. 28 مهر ماه 1352. بله، شما فرمودید مرداد و 28. بله، میبخشید. ببخشید. خواهش. در روزنامه های آن زمان گزارش شده بود که او در پیوند با یک گروه کمونیستی و شاید به این دلیل کشته شده باشد. آقای امینی، بفرمایید که احمد آرامش کی بوده؟ آیا این گزارش آقای گازیروفسکی درباره همکاری آرامش و رابطش با کاشانی درست است یا چند اندازه درست است؟ جناب مهری، شما بیشتر از من سن و سال و تجربتون اجازه میدی که در مورد آقای احمد آرامش داوری کنید، چون این آقای احمد آرامش هنگامی که در سال 1952 کشته شد یک نوع برداشتی در جامعه به وجود آمد که او از اپوزیسیون رژیم گذشته بوده، حتما هم یه اعلامیه‌هایی در دست است، مخالفت کرده، حتی سخن از جمهوری میکرد در اون دوران. ولی احمد آرامش پیشینه خیلی روشنی داره. احمد آرامش از پیرامونیان قوام السلطنه بود و در پیدایش حزب دموکرات قوام جزو کادرهای بسیار فعال این حزب شد و حتی به جایگاه‌هایی رسید در وزارت دارایی و دیگر وزارتخانه ها در دوران قوام و همواره روابط ویژه خودش رو با قوام حفظ کرد.
سپس رفته رفته به پیرامونیان بهایی پیوست و آدمی بود که دنبال فرصت بود. یعنی مانند بسیاری از سیاستمداران جوان ایران در این سودا بود که کجا میتواند خودش رو مطرح کنه. سندی درباره رابطه او با CIA پیش از 28 مرداد در دست نیست، یعنی ما در دست نداریم، نه اینکه سندی نباشه. میدانید که پس از 28 مرداد با دولت زاهدی هم کاری میکرد، در کادر دولت زاهدی بود و سپس هم پشتیبانی هایی از سیاست هایی کرد و سرانجام هم به دلایلی به مخالفت با دولت پرداخت و به دلایلی که روشن نیست هنوز به زندان افتاد. من به این جنبه های کار ندارم. اینکه آیا این سخن آقای گازیروفسکی درست است که احمد آرامش در اون زمان با CIA در ارتباط بوده، این رو میتوان از لابلای اسناد پس از کودتا دریافت. یعنی دست کم 3 سند در میان این مجموعه اسناد تازه منتشر شده پس از 28 مرداد در دست است که در این اسناد از احمد آرامش سخن میگوید و احمد آرامش رو به عنوان آدم مؤتمن، آدم نزدیک با دستگاه بخشی از CIA که به عنوان پروژه زیرزمینی CIA شناخته شده بوده، پروژه پنهانی CIA و وزارت امور خارجه آمریکا شناخته شده بوده، کادرهایی که به عنوان کادر دیپلماتیک ولی بخشی از CIA وارد سفارتخانه می شدن، از اونجا می توان دریافت که احمد آرامش در این هنگام دیدارهای بسیاری با اینها داشته و روابط نزدیکی با آدمهایی که آدمهای سرشناس یا مسئولین CIA در ایران بودند در چند مورد برقرار کرده و این رو گزارش‌های CIA در اون هنگام نشان میده. این گزارش‌های تازه‌ای که به هر حال این اسناد تازه‌ای که در دست ماست و بر پایه این اسناد تازه که البته من همه اینها رو در کاری که در دست انتشار دارم منتشر خواهم کرد، نشان میداد که بسیاری از کادرهای بلندپایی دولت زاهدی در اون هنگام با ماموران بلندپایی CIA در اون زمان در روابط بودند. ولی احمد آرامش روابطی که با کارکنان دولت سفارت ایالات متحده و آمریکا و به ویژه با ماموران CIA پس از کودتای 1332 داره، ما کودتا زیاد داشتیم در کشورمون، 1332 داره، گواه بر این است که این سخن آقای گازیروفسکی درباره این که در بامداد 1000 در بامداد 28 مرداد پولی به او رساندند به دور از واقعیت نیست. افسون بر این، آقای احمد اشرف که سردبیری ایرانیکا رو در دست دارند و انسان بسیار بسیار با دانشی هستند، مصاحبه‌ای کردند و من این مصاحبه رو دیدم و اسنادش در دست است. مصاحبه‌ای کردند با کسی که این پول رو به احمد آرامش رسانده، اون آدم CIA که این پول رو به احمد آرامش رسانده، این رو آقای احمد اشرف دیدار کرده و با او گفتگو کرده و گازیروفسکی بر پایه این دیدار است که این گزارش رو در کتابش آورده. بنابراین احمد آرامش آدم ناشناخته‌ای برای سازمان CIA نبوده، با او همکاری داشتن. البته اسناد دیگری در دست است که با خیلی از پیرامونیان دیگری آقای کاشانی روابط داشتن. از این یک نکته رو خدمتتون اینجا توضیح بدم برای هم میهنان روشن باشه تا بیشتر این موضوع رو از جنبه سینمایی نگاه نکنم، چون فیلم های تلویزیونی غیره هنگامی که میگویند کسی به طور محرمانه با دیگری پیوند داشته یا مأمور CIA بوده،
فکر کنم در گوشه خیابان در یه جایی بسیار تاریکی یه پاکتی یه کسی به دیگری میداده. روابط سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس و دیگر دستگاه امنیتی جهان، کاگبه، حتی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی یا ساواک یا دیگران، همه اونها به این صورت محرمانه تلویزیونی سینمایی نیست. یعنی بسیاری از این روابط روابطی است که ظاهرا دوستانه است، شام با هم میخورن و گفتگو میکنن و آگاهی به یکدیگر میدهن و این روابط است که روابط غیر رسمی با سازمان سیا به شمار میآید. شمار اندکی کسانی هستند که مزبگیر و مأمور سیا در این کارها هستند. اونها به کنار بسیاری هستند که این آدمها گزارش به سازمان سیا میدهند، یعنی مینشینند و با مأموران دولت ایالات متحده آمریکا که اونها هم به سیا گزارش میدهند، با اینها نشست و برخاست دارند و گزارش های درون دولت رو در اختیار اونها قرار میدهند. این روابط روابط پرورده شده از سوی سازمان های امنیتی کشورهای بزرگ جهان است که آدم هایی رو پرورش میدن، از اونها اطلاع میگیرن، آگاهی میگیرن. من گمان نمی کنم که احمد آرامش مأمور سازمان سیا بوده، ولی در رابطه با سازمان سیا بوده و این اسناد پس از 28 مرداد، اسناد تازه هم نشان میداد که او نشست و برخاست آشکاری داشته با این آدم ها و گزارش به اونها میداده. آقای امینی، نام مأمور CIA گفته شده؟ نه، در گفتگوی با آقای احمد اشرف مطرح شده، ولی چون این گزارش رو تا به امروز منتشر نکردن اجازه بدید که منم اون نام رو نبرم. ایشون درگذشتن این آدم، ولی شاید من پس از صحبت با آقای اشرف هفته آینده این رو با شما در میان بگذارم. خواهش می‌کنم. پیش از این که به آیت الله کاشانی بپردازیم، آقای امینی، آیا اسناد دیگری درباره همکاری یا نزدیکی های کسانی مثل آیت الله بهبهانی، آیت الله بروجردی با دربار در دست است؟ بله، در این اسناد جدیدی که منتشر شده نشان می‌دهد که از شهریور 1352 پروژه‌ای در دست بوده. شهریور 1352 گفتم 52 1352 منظورم بود، از شهریور 1331 پروژه‌ای در کار بوده اندکی پس از سی تیر که کاشانی در سودای برانداختن مصدق بوده و این رو گزارش ویژه CIA در اون زمان به دست میداد. میگوید که کاشانی از مکه برگشته و بناست که بیانیه‌ای در مقابل مصدق بیرون بده. این هنوز به جایی نرسیده، ولی ما میدانیم که در جریان نهم اسفند کاشانی چه نقشی در ناتوان ساختن مصدق داشت. گزارشی از سازمان سیا در 16 آوریل 1953، یعنی فروردین 1352 در دست است که نشان میدهد که با آگاهی سازمان سیا، ستاد سیا در ایران یا دفتر سیا در ایران، کاشانی بناست یک پروژه کودتا رو علیه مصدق، برانداختن مصدق رو سازمان بده. و جالب اینجاست که این پروژه خیلی شبیه هست به آنچه که در 28 مرداد 25 تا 25 مرداد انجام شد. میگوید که در روز 15 بناست که در روز 15 یا 17 آوریل آقای کاشانی نامه بنویسد خطاب به شاه به عنوان رئیس مجلس و در این نامه بگوید که دولت مصدق دولتی است که شرایط بیقانونی و هرج و مرج رو در کشور ایجاد کرده و مجلس نمیتواند ادامه کار بدهد، امنیت در مجلس نیست.
بناست که در همون روز نمایندگان دربار با زاهدی دیدار بکنند. ببینید اینا همش اسناده و اعلام بکنند که زاهدی بناست که دایرکتور آف پابلیک سکیوریتی بشود، یعنی مسئول امنیت اجتماعی بشود، و شاه این دستور مجلس رو که زاهدی مسئول امنیت ملی بشود، شاه این رو بپذیره. مصدق در میان نیست، نمیخوان ظاهرا مصدق و هنوز بندازن. پیشنهاد میکنم به شاه که پس از این که این زاهدی همچین نقشی رو ایفا کرد، شاه فرمانی صادر کنه برای برانداختن مصدق و از مجلس بخواهد که کسی رو پیشنهاد بکنه. جالب اینجاست که در این گزارش ها اختلاف نظر هست که مکی به عنوان نخست وزیر انتخاب بشود، بقایی یا زاهدی. کاشانی طرف زاهدی است، کاشانی از زاهدی پشتیبانی کنه. این همش در گزارش های جدید CIA موجوده، یعنی اینها باگایی هایی نیستی که ما به عنوان شایعه در دست داریم. این پروژه نخستین گامش در این است که دولت مصدق توانایی خودش رو از دست بدهد. بقایی بخش بسیار مهمی از این پروژه است. این نامه در هنگام این گزارش در هنگامی نوشته شده که سه روز پس از این گزارش افشارتوس، رئیس شهربانی مصدق و یکی از مهمترین معتمدین مصدق، روبوده می شود و در یک غاری نزدیک تهران، شمال تهران، کشته می شود با همکاری بقایی و یاران او و با پشتیبانی کاشانی. غار تلو. بعد ببینید آدمی رو از میان میبرن که میتوانسته جلوی این پروژه به اصطلاح فراز زاهدی رو به عنوان رهبر امنیت ملی بگیرن، او رو از میان برمیدارن. اینها بخشی از این پروژه است و در این اسناد نامی از افشارتوس نیست، ولی سپس پس از میان رفتن افشارتوس به او اشاره میشود. بنابراین گواهی های زیادی در دست ماست که آدم های پیرامون کاشانی از شهریور 1331 و به ویژه پس از نهم اسفند از فروردین 1332 در پروژه برانداختن مصدق همکاری هایی با آمریکایی ها و انگلیسی ها دارند و این رو در این اسناد ما کاملا می توانیم ببینیم. وگرنه چگونه می توان دریافت که گزارش های محرمانه‌ای که دولت مصدق در این زمینه ندارد، در اینکه کاشانی بناست چنین و چنان بکند، از سوی CIA در تهران به ستاد CIA گزارش می شود. یعنی کسانی در پیرامون کاشانی اینها را در اختیار CIA قرار می دهد و نشان می دهد که روابط تنگاتنگی میان پیرامونیان کاشانی، بهبهانی و دیگران با ماموران CIA و سفارت وجود دارد. و گذشته از این گزارش های فراوانی در دست است از دیدارهایی که نمایندگان سفارت به عنوان دیدار با رئیس مجلس با کاشانی انجام میدهند. آقای امینی، شما در بازبینی اسناد CIA که چند ماه پیش منتشر شد، چه گواهی های جدیدی رو در همکاری کاشانی با سازمان CIA برای براندازی دولت مصدق یافتید؟ جناب مهری، پیش از اینکه به این گواهی های تازه پردازم، اجازه بدید که این مقدار از گواهی های کهن صحبت کنم. یعنی اینها کمک میکنه به این گواهی های تازه. این گواهی های موجود که این اسناد جدید هم اونها رو تایید میکنه، من چند نمونه از اینها رو برای شما و بینندگان ارجمند بازگو میکنم. یکی در یادداشت‌های آقای فلسفی است. فلسفی میگوید که
باور میگوید که فلسفی میگوید که مصدق مشکل برای روحانیان ایجاد کرده بود. موضوع دیگری که روحانیان را بسیار خشمگین کرد این بود که مصدق روزنامه های کمونیستی را آزاد گذاشت تا هرچه خواستن نوشتن و هیچگاه به اعتراض مردم مسلمان و روحانیان اهمیت نداد. گاهی بعضی از آقایان علما که از خیابان‌های شاه‌آباد یا استانبول عبور می‌کردند، روزنامه فروش‌های هوادار حزب توده را می‌دیدند که با اهانتی آشکار هفته‌نامه چلنگر را لوله می‌کردند و به طرف صورت آنها می‌بردند، می‌گفتند عاشق چلنگر. این مسائل و امثال آن که به طور روزافزونی اتفاق می‌افتاد، باعث شد که مصدق ارزش و پایگاه مردمی خود را در میان مسلمانان از دست بدهد. حالا این رو توجه کنید، این نکته ایست که یکی از روحانیان اون زمان، روحانیان این زمان، آقای ابوالفضل شکوری درباره آقای بهبهانی میگوید. آیت الله بهبهانی روابط حسنه دیرین و سنتی با دربار پهلوی داشت، این رو اشاره میکنه و سپس میافزاید که آن وقت، یعنی سال 1324 که حاج آقا حسین بروجردی آمد اینجا یعنی تهران و عمل کرد، شاه آمد به دیدن ایشان به پیشنهاد بهبهانی و عکس انداختند و توی روزنامه ها نوشتند که شاه درخواست کرد از آقای بروجردی که ایشان مشرف بشوند قم و حوزه علمی قم را بگردانند. در همین مجموعه اسنادی که امروز در دست ماست، نه از اسناد سیایه، نشان میده که از آیت الله مرعشی، دیدار مرعشی با زلیپور در سفارت کنسول سرکنسول ایران در نجف و دیگر شخصیت های برجسته اون زمان گواه بر این است که یک روابط بسیار تنگاتنگی میانه آخوندها برای برانداختن مصدق بوده. شیخ مهدی حاری یزدی رو دیگه آدمی است که همه میدانند که آدم پاک و آدم انسان درستی بوده، فرزند پایه‌گذار حوزه آیت الله حائری، بله، برادرش هم خیشاوند خمینی است. ایشان میگوید که درست صبح روز 28 مرداد بود، آقای بهبهانی به من گفتن شما میدانی که شاه از مملکت رفته بیرون؟ گفتم بله من شنیدم. گفتم میدانید صحبت جمهوری است؟ گفتم اینها هم گاهی به گوشم خورده. گفتم من از شما یک خواهش دارم و آن این است که من استدعا میکنم شما همین امروز صبح بروید به قم برای دیدار با بروجردی و از طرف من بگویید که آقا مملکت در شرف اضمحلال است، اصلا کمونیستی میشود، یک دستخطی، یک حکمی صادر بکنید که بالاخره مردم آگاه بشوند، از این حقیقت آگاه بشوند و بیایند و جلوی این داستان را بگیرند. این مجموعه آگاهی هایی که ما از اون دوران داریم نشان میدهد که آقای بهبهانی، کاشانی و دیگران در یک روابط تنگاتنگی با دیگران بودند برای برانداختن مصدق. در مورد روابط کاشانی با سازمان سیا ما سندی در مورد اینکه کاشانی به طور مستقیم با سازمان سیا رابطه داشته باشد در دست نداریم. آنچه که میدانیم این است که از شهریور ماه 1331 پیوندها و روابطی داشته برای اینکه دولت مصدق رو براندازه و از فروردین در واقع در پروژه خیلی روشن برانداختن مصدق برای کار آمدن زاهدی درگیر بوده و پیرامونیان او هم با همین ماموران سازمان سیا در ارتباط بودند. اینکه گزارش های این در این آگاهی های این در گزارش های سیا آمده گواهی بر این است که اگرچه شخص کاشانی نمی نشسته و گزارش به سیا بنویسد که طبیعتا اصلا موضوع گفتگوی ما این نیست، ولی
روابط خیلی نزدیکی داشته و اونها آگاهی داشتن از کارهایی که کاشانی میخواسته انجام بدهد برای برانداختن مصدق و او رو تشویق میکردن. بالاخره اسنادی که به تازگی کشف منتشر شده درباره کاشانی چه میگوید؟ کاشانی مؤثرا در کودتای 28 مرداد دست داشته؟ جای گفتگو نیست جناب مهری، جای گفتگو نیست که کاشانی از یک سال پیش از 28 مرداد در سودای برانداختن مصدق بوده و جای گفتگو نیست که در ماجرای نهم اسفند کاشانی آدم اصلی در برانگیختن عوام و توده و بازاریان برای برانداختن مصدق بوده. نهم اسفند رو کم نگیرید، ماجرایی است که ساخته بودند، گفته بودند که مصدق میخواهد شاه از ایران خارج بشود. همه اسناد نشان میدهد که به هیچ روی چنین نبوده. حتی یادمانده ها و یادداشت های علا گواهی بر این داره که مصدق نمیخواست شاه از کشور خارج بشود، حتی به شاه سفارش کرده که اولیا حضرت رو، ملکه رو برای گرفتاری هایی که داره از ایران به خارج بفرستند. میدانید که در اون هنگام موضوع دغدغه شاه در این بوده که ثریا نمیتوانست صاحب فرزند بشود و این است که مصدق گفته بوده ایشان رو، ثریا رو بفرستید دیدار پزشک در خارج و اعلیحضرت بمونند. و پس از اینکه موفق نمیشود و خیلی جالب است، ما امروز سندی در دست داریم از سه روز پیش از نهم اسفند یا دو روز پیش از نهم اسفند، هفتم اسفند، که علا در سفارت آمریکا نهار میخورده با سفیر و در اون هنگام میدانید که تلفن همراه و دستی اونا وجود نداشته و تلفن سفارت زنگ میزنه و هندرسون مینویسد که علا رو خواستن، گفتن از دربار علا حضرت تلفن کرده به سفارت، چون میدونستی که وزیر دربار علا با شاه داره نهار میخوره و علا میرود و تلفن جواب میده و بعد از اینکه تلفن جواب میده برمیگردد پیش هندرسون. هندرسون در گزارش خودش به وزارت امور خارجه مینویسد که دو روز پیش از نهم اسفند که شاه نگران بود و به من سفارش کرد که شما به هندرسون بگویید که مبادا خبر سفر من به خارج به شکل بدی درج بشود. از هندرسون بخواهید که به روزنامه ها بگویند که من برای تفریح و اسکی دارم میرم به خارج. و هندرسون پاسخ داده به علا که ما چنین امکاناتی نداریم که جلوی اینا کشور به هر حال آزادی بودن که جلوی روزنامه ها رو بگیریم، ولی کوشش خواهیم کرد که در حدی که میتوانیم در موزگیری های رسمی بگوییم که علا حضرت برای تفریح و برای اسکی رفتن به خارج، ولی خب این روزنامه ها خودشون داوری خواهند کرد. ببینید، شاه به علا تلفن نزده که جلوی سفر من رو بگیرید و من نمیخوام سفر کنم، گفته من میخوام سفر کنم ولی مبادا مردم آگاه شوند که من میخوام سفر کنم، این رو، یعنی از کشور خارج بشم، این رو یک جوری درست کنیم. در این دوران کاشانی با همکاری زاهدی برنامه روشنی داشتن، قوام هم در این جریان بوده که جلوگیری کنن از این ماجرا و سپس ماجرای رو ایجاد کردن که به ماجرای نهم اسفند معروف شد که در واقع مصدق رو کیشومات کرد. مصدقی که با پاسپورت این دو نفر، شاه و ثریا، همراه با 10,000 دلار پول که از حساب خودش برداشته بوده، چون فرصتی نبوده که دولت این رو تصویب کنه، رفته بوده به دربار، میبیند که هندرسون در اونجاست و سپس بلوایی به وجود میآید که کاشانی مردم رو برانگیخته به دم کاخ. همه اسنادی که عینک در دست ماست، در این مجموعه اسنادی که بعدها به چاپ رسیده، یعنی عینک به چاپ رسیده، گواهی بر این است که کاشانی و پیرامونیان او تنگاتنگ در ارتباط با آدمهای پیوند یافته با CIA بودند. مهمترین آدمی که در این زمینه نقش داشته و به گفته هندرسون و به گفته مقامات بالای CIA پس از 28 مرداد تقریبا هفته دو بار با زاهدی نهار می‌خورده،
زاهدی و فرزند او، یعنی فضل‌الله زاهدی و اردشیر زاهدی، رئیس اصل 4 در ایران است که مهمترین گزارش دهنده این ماجراها به سازمان سیا هم به شمار می آید. اگرچه اون مأمور سیا نبوده، ولی این روابطی که ایجاد کرده بوده به گفته سازمان سیا، به گفته این اسناد، او رو به جایگاهی رسانده بوده که مقامات ایرانی با او تماس می گرفتن و نه با رایزن نظامی سفارت ایالات متحده آمریکا. و این اسناد نشان می داد که این آدم از همان هفته پس از 30 تیر یه روابط ویژه‌ای رو با کاشانی برقرار کرده و این روابط با کاشانی رو همچنان حفظ کرده. رئیس اصل 4 در ایران که ظاهراً یه آدمی بوده خونسا، آدمی بوده ظاهراً غیر سیاسی، بدون پیوند با سازمان سیا، ولی گزارش هایی که در این اسناد در دست ماست نشان میدهد که این آدم یک مناسباتی رو با فضل‌الله زاهدی و فرزند او اردشیر زاهدی ایجاد کرده بود که او رو نزدیکترین آدم برای این کارها و گرفتن آگاهی ها قرار داده بوده. خوشبختانه خاطرات این آدم هم در دست است. البته همه این اسناد رو در این خاطرات ایشان برملا و آشکار نکردن. منظورتون کیه؟ ورن، ایشان در واقع رئیس اصل 4 در ایران بود. در ایران رئیس اصل 4 بوده. میدونید که اصل 4 در دوران ترومن تصویب شد و اولین پروژه اصل 4 در ایران بود و ایشان در واقع رئیس اصل 4 و پس در اروپا نبوده اولیش. بخیر، اصل 4 اولین بار در ایران اجرا شد. اون موضوع اروپا پروژه مارشال کار میکرد با اصل 4. بعد اون پروژه مارشال، اصل 4 رو ترومن برای کمک رسانی به کشورهای عقب مانده دنیا انجام داد و ایران رو به عنوان نمونه‌ای انتخاب کردن برای کمک. کارهایی هم در ایران انجام دادن، ولی این البته یکی از کارهای اولیه که اصل 4 در ایران انجام داد وارد کردن اولاغ بود در ایران، اولاغ قبرسی. از قبرس اولاغ وارد ایران کردن و این رو خیلی هم برجسته کردن و قاطر یا اولاغ قبرسی رو به عنوان یه پروژه کمک رسانی به ایران ارج داشتن. ولی مهم اینجاست که این آدم روابط نزدیکی داشته. دستیار او در اصل 4 کی بوده؟ اردشیر زاهدی. دیداری که او کرده با آقای کاشانی درست پس از 30 تیر و کاشانی رو باد کردن و درباره نفت قم با او صحبت کردن و اینکه چرا باید این نفت ارزان قم رو گسترش داد، همراه با کاشانی بوده به عنوان مترجم ایشان. اینا در سند آمده؟ بله، همین اسناده. بله، اسناد خیلی زیادی هست. حالا رفته رفته این اسناد رو باید برگردان به فارسی و بسیاری از نامهایی رو که در این اسناد پنهان هست اینها رو باید بازبینی کرد. از جمله این که در این اسناد نشان میدهد که پاکروان دشمن زاهدی است و در سودای برانداختن زاهدی بوده و آدمهایی مانند اخوان، ببخشید، اخوی و دیهیمی تا چه اندازه رابطه نزدیک و تنگاتنگ با بلندپایگان سازمان سیا در اون هنگام داشتن. همین ها در این اسناد هست. یعنی به نظر می آید که در دوران پس از 28 مرداد ایران رو به عنوان کشور مستعمره نگاه می کردن و این بلندپایگان سفارت و CIA با این بلندپایگان ارتش ایران و دولت ایران به عنوان زیر دستان رفتار می کردن، به اونها دستور می دادن. و هنگامی که پاکروان مخالفت خودش رو مثلا با زاهدی نشان می دهد، گزارش میدهند و تصمیم میگیرند که از کدام یک از این دو پشتیبانی کنند و اینها همه در این اسناد آمده. و کسانی که میگویند این مجموعه رویدادهای اون زمان یک شورش ملی بوده، باید این شورش ملی رو در پناه و در پرتو رویدادهای پس از اون بررسی کنند و ببینند که پس از این شورش ملی این رهبران ملی
ارتش ملی ایران، دولت ملی ایران تا چند اندازه تنگاتنگ روابط دوستانه و نزدیک با بلندپایگان سفارت و CIA و ماموران به هر حال پنهان و نیمه پنهان دولت ایالات متحده آمریکا دارن. آقای امینی یک مصاحبه کرده بوده بعد از 28 مرداد آیت الله کاشانی با یه روزنامه عربی و گفته بوده مصدق باید اعدام بشه، چنین چیزی به خاطرتون هست؟ کاملا در اسناد آمده؟ بله، این تو اسناد نیست، نه این به اسناد مربوط نیست، برای اینکه اینها در اسناد رسمی آمده و کاشانی برای این باور بودی که اصلا نباید رو محاکمه کرد و او در واقع کسی است که علیه دولت ملی قیام کرده و قیام کننده علیه دولت ملی، دولت رسمی کشور باید اعدام بشه و البته این رو به خودش امتیاز داده که من جلوگیری خواهم کرد از اینکه او اعدام بشه، بهتر است اعدام نشود. ولی به هر حال این دیدگاه کاشانی بوده واقعا. آقای امینی، کسانی مثل قنات آبادی که از هواداران و یاران کاشانی بود، اینها هم در 28 مرداد مشارکت داشتند؟ در نخستین نشست پس از سیتیر که همین رئیس اصل چهار با کاشانی انجام داده، آدمی که در اون نشست بوده دو نفر رو ایشان نام میبرد. یکی احمد کاشانی، فرزند کاشانی است و دیگری قنات آبادی است که از او به عنوان داماد کاشانی یاد میکنه. من البته سندی در دست ندارم که نشان بدهد که شمس قنات آبادی داماد کاشانی بوده، به نظرم نمی آید، ولی به هر روی شمس قنات آبادی در اون دیدار بوده. شمس قنات آبادی آدمی بوده که هیچ دارای هیچ ارزش اخلاقی نبوده. ایشان می دانید که خیلی پیش از اینکه با کاشانی پیوند برقرار بکنه بهش میگفتن شیخ خالدار، چون بدنش خالکوبی شده بوده. اصلا در میان آخوندها اینکه کسی خالدار باشه اصلا سنتی نبوده. آدمی بوده بزن بهادر، بوکس و کارهای از این قبیل انجام میداده و از قوم بیرونش کرده بودن به جرم فساد اخلاقی و رفته بوده به نجف و از نجف که برمیگرده میآید و پیوند میانه فدایان اسلام و کاشانی رو ایجاد میکنه و جمعیتی ایجاد میکنه، جمعیتی که خود او هم رهبر اون بوده و این جمعیت میشود از مهمترین پشتیبانان کاشانی و از فتنه سازان اون زمان بوده. آدمی است که شوربخت رو باید گفت که هنگامی که جبهه ملی تشکیل میشود، این شمس قنات آبادی جزو کسانی است که در سخنرانی ها بله، سخنرانی های میدان بهارستان بله بله، اینا یه مقدار گرفتاری های تاریخ ایران هم هست که آدم های فرصت طلب و دودوزهی هم در این سوی سیاست هم در آن سوی سیاست سفر می کردن و شوربخت ها که در اون دوران پیرامونیان مصدق یک ساختار حزبی به وجود نمی آورن که این آدم ها رو از پیرامون خودشون برانن. شمس قنات آبادی در آغاز هوادار مصدق است و سپس از دشمنان مصدق می شود و آدمی است که طرح مالیات بر الکل رو در دیماه 1331 به مجلس میاره و برای ناتوان کردن مصدق و از دشمنان مصدق می شود در اون دوران و معروف بوده در این زمینه. و سپس هم پس از 28 مرداد از آدمهای نزدیک به فضل زاهدی بوده و آدمی است که میدانیم که تا پایان عمر هم وفادار به دستگاه پهلوی و دربار بوده و حتی شایعاتی در مورد روابط او با کسانی در دربار موجوده که من به اونها دیگه نمیخوام بپردازم با اجازه شما. آقای امینی یک دقیقه وقت داریم. برید در این یک دقیقه پایانی نکته‌ای که من یا موضوعی که من باید با هم میهنان بینندگان گرامی در میان بگذارم، این اسناد تازه اینها رو باید بازبینی کرد و این اسناد رو باید نوشتاری در واقع بازبینی کرد و در برنامه های تلویزیونی ما همین اسناد رو فرصت نداریم به بررسی قرار بدهیم. آنچه که روشن است این است که این افسانه
اینکه مردم شورش کردن، قیام ملی کردن یا چیزهای از این دست رو باید در این داستان رو بست. واقعیت این است که دولت مصدق رو یک نوع همکاری میان دستگاه اینتلیجنس سرویس بریتانیا، CIA و گروه گسترده ای از آخوندها و سیاستمداران ایران به زانو در آورد و زمینه ای رو فراهم کرد که پدیدار شدن 28 مرداد قطعی بود. حالا گیرم 28 مرداد صورت نمی گرفت، 28 شهریور صورت می گرفت و روز دیگری. دولت مصدق رو باید برمی انداختن تا درسی باشد بر دیگر کسانی که در دنیا در سودای ناسیونالیسم و ملی‌گرایی هستند که از این کارها نکنند. شواهدی که در این اسنا در روابط میانه کسانی که کادرهای اصلی کودتا بودند، کادرهای ایرانی کودتا بودند، در روابط اونها با CIA موجود است، گواه روشنی از این که ما با قیام ملی و شورش مردمی سر و کار نداشتیم. روابط گسترده و روشنی بوده است. حالا گیرم که 25 مرداد بوده، 27 مرداد بوده یا 28 مرداد، یک موضوع فنی تکنیکی است. این است که این دولت مصدق رو این پروژه ها برانداخته. سپاسگزاری میگم جناب آقای امینی، خیلی ممنون و سپاسگزاری میگم از همیهنان عزیز که به این برنامه توجه دارند و باز تشکر از آقای امیر کارگردان برنامه. شب و روزتون خوش.